سلام بر شما به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید من فریب شیرازی هستم در این برنامه در گزارش هایی به پیشروی گروه تروریستی داعش در برخی از استانهای عراق آخرین تحولات گفتگوهای هسته میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک نتیجه مساوی تیم ملی فوتبال کشورمان در مساف با نیجریه و ادامه چالش بر سر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها می با ما همراه باشید. گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش هفته گذشته کنترل بخشهایی از موسل را در دست گرفت. پیشروی این گروه تروریستی نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است. عراق به طور رسمی از آمریکا خواسته حملات هوایی علیه مواضع داعش را آغاز کند. آمریکا این تقاضا را تایید کرده اما کاخ سفید اعلام کرده فعلا هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو به عراق ندارد. ناظران از پیشروی احتمالی داعش به سوی شهرهای شیعه نشین عراق نگرانند چرا که رو روی شیعیان و سنی های این کشور احتمال جنگ داخلی در عراق را افزایش میدهد و امنیت و تمامیت ارزی این کشور را به شدت تهدید میکند در گزارش های تصویری و ویدیویی که از رفتار دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش منتشر شده جنایت های این گروه تروریستی به طرز بی نمایش داده شده است. این گروه تروریستی به سهولت انسانها را قتل عام می کند و آنها را شلاق می زند و دیگر حدود اسلامی را به گفته خودشان درباره مردمی که زیر کنترل آنان درآمدند اجرا می کند. در همین حال نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده علیه شبه نظامیان داعش و دیگر گروه های شبه نظامی که بخش از مناطق شمال عراق را تصرف کردند آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز ارتش عراق شهرهای تکریت مرکز استان صلاح الدین و مناطقی در جنوب شهر موسل مرکز استان نینوا را به شدت بمباران کرد. خبرگزاری دولتی عراق هم گزارش داده است که جنگنده های ارتش پایگاهی را که در آن شماری از رهبران حزب بنس و گروه داعش حضور داشتند را بمباران کردند. بنابراین گزارش در این حمله پنجاه نفر از رهبران دو گروه کشته شدند که احمد دوری فرزند عزت دوری معاون اول صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق از جمله آنهاست. همچنین دهاتن از نیروهای ارتش با چتر از هاپیما در شهر بیجی فرود آمدند از سوی دیگر نیروهای دولتی یک کمربند امنیتی برگرد بغداد پایتخت عراق ایجاد کردند این در حالی است که داوطلبان ثبت نام خود را برای جنگ علیه شبه نظامیان تند رو ادامه می دهن. این اقدام در پیان صورت میگیرد که آیت الله العظمه علی سیستانی عالی ترین مرجع شیعان جهان در پیامی از تمام کسانی که توانایی حمل سلاح دارند خواست برای جنگ علیه گروه های تندرو و دفاع از مقدسات خود بپاخیزند. در همین حال شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمان که مقر آن در دوه پایتخت قطر است در بیانیه‌ای از فراخان آیت الله سیستانی برای حمل سلاح به منظور جنگ علیه تندروهای سنی مذهب انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنان خود عامل اصلی بحران عراق را اختلاف میان سیاستمداران این کشور به خاطر گرایش های مذهبی دانستند. از سوی پلیس عراق اعلام کرد که دست کم هفت نفر از نیروهای نظامی اقلیم کردستان موسوم به پیشمرگه در حمله هوایی ارتش عراق به استان دیالا کشته شدند. این حمله شامگاه شنبه روی داده است. اما مدیر کل نیروهای امنیت اقلیم کردستان میگوید تنها دو نفر از نیروهای کرد در حمله هوایی به شهرک جلولا کشته شدند. در رویداد دیگر لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد که لشکرکشی سازمان تروریستی داعش به اردن بعید نیست وی در ادامه افزود سقوط پادشاه اردن به دست داعش به معنای آن است که خاورمیانه به پایان خواهد رسید لنسی گفت که باید جلوی لشکرکشی داعش به بغداد گرفته شود و نوری المالکی نخست وزیر عراق استعفا دهد وی با بیان اینکه نوری المالکی قادر به حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق نیست گفت شاید به همکاری نظامی ایران و آمریکا نیاز باشد در تحول دیگر نیز هفته نامه انگلیسی ساندی تایمز طی مقاله مدعی شد که ایران فرماندهی نیروهای مسلح عراق را با هدف سازماندهی کردن جنگ علیه گروه داعش را بر عهده گرفته است ادعای این هفته نامه انگلیسی در حالی مطرح می شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه حضور نیروهای ایرانی در عراق را رد کرده است. پیش از این نیز روزنامه آمریکایی وارس جورنال مدعی شده بود که جمهوری اسلامی نیروهای سپاه قدس را برای مقابله با عناصر تروریستی داعش به عراق فرستاده است. اما در همین حال فال فیاز فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اخبار منتشر شده درباره ورود نیروهای ایرانی به عراق برای مبارزه با عناصر تروریستی داعش را رد کرده است در تحول دیگر هم علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی احتمال همکاری ایران و آمریکا در بحران عراق را رد کرده است این در حالی است که روز شنبه 24 خرداد ما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در تهران گفته بود هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد در همین حال روزنامه آیدین لیغ چاپ ترکیه با انتشار گزارشی مدعی شده که از پشت پرده دیدار مقام های دولت عدالت و توسعه در مرز ترکیه با عراق با نیروهای داعش پرده برداشته است این روزنامه با اشاره به دو روز دیدار میان مقام های دو طرف و حضور فرماندهان ارشد بعثی در میان نیروهای داعش نوشت در نخستین شب دیدار میان مقام های عدالت و توسعه با فرماندهان داعش موضوع آزادی گروگان های ترک در موسل مطرح شد به نوشه این روزنامه در میان فرماندهان داعش هاشم جمس فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری صدام حسین نیز حضور داشت. تمام این رویدادها پس از آن روی می دهد که هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به گروه تروریستی داعش در یک پیشروی سریع استان نینوا و بخشی از استان سلاهدین را به تصرف خود درآوردند. سخنگوی این گروه همچنین در پیامی صوتی از نیروهای خود با خواسته است تا به سمت بغداد نجف و کربلا حرکت کنند داعش گروهی اسلامگراز که در عراق و سوریه فعالیت می کند این گروه که به روش های بسیار خشونتامیز شهرت دارد می گوید در پی برقراری امارت اسلامی است در ادامه بحران عراق عربستان سعودی و قطر نخست وزیر این کشور را در به وجود آمدن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به گرایی متهم کردند در همین حال جانکری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا آماده مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد عراق است اما علیرغم این اظهارات وزیر خارجه آمریکا سخنگوی پنتاگون اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با جمهوری اسلامی برای عملیات نظامی در عراق وجود ندارد. عربستان سعودی و قطر نوری المالکی نخست وزیر عراق را در وجود آوردن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به فرق گرایی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی روز 26 خرداد ماه نقش داشتن نیروهای خارجی در بحران کرونی عراق را رد کرد و گفت اگر دولت عراق در سالهای گذشته بر سیاستهای فرقی و انحصاری خود پافشاری نمی کرد، این بحران ایجاد نمی شد. در همین روز خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر نیز فرق شیعی و تنگ نظرانه نوری المالکی را عامل ایجاد بحران در عراق دانست و گفت که بغداد با پیگیری سیاست های فرقی خود سنی مذهبان عراق را به حاشیه رانده و ترد کرده تحسنهای های سلحامیز آنها را برهم زده علیه آنها اعمال خشونت کرده و مخالفان سنی را تروریست خوانده است به گزارش رویترز اظهارات عربستان سعودی و قطر که اکثریت جمعیتشان را مسلمانان سنی تشکیل میدهند احتمالا روابط این دو کشور را با عراق بیش از پیش تیره خواهد کرد بغداد تاکنون بارها ریاض و دوهه را به حمایت از شبه نظامیان سنی در عراق متهم کرده است اتهامی که از سوی آنها رد شده در رویدادی دیگر مرتبط با عراق در یادان جان کربی سخنگوی پنتاگون در واشنگتن در عراق هر گونه همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا علیه گروه داعش را منتفی دانست جان کربی با اشاره به مذاکرات جاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ممکن است دو کشور در حاشیه مذاکرات هسته‌ای بر سر مسائل عراق با هم گفتگو کنند اما مطلقاً هیچ قصد و برنامه‌ای برای همکاری نظامی میان ایالات متحده و ایران وجود ندارد او اضافه کرد که حتی هیچ برنامه‌ای برای رایزنی با جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های نظامی در عراق نیز موجود نیست بیشتر وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا امکان همکاری نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا علیه داعش وجود دارد به یاهو نیوز گفته بود که باید دید ایران آماده چه اقداماتی است و احتمال همکاری نظامی آمریکا با ایران را رد نکرده بود جانکری همچنین گفته بود که کشورش همه گزینه‌های موجود را به دقت بررسی می‌کند از جمله به کارگیری هواپیماهای بی سرنشین یا حملات هوایی با هاپیما و موشک را به گفته او مهمترین هدف تحکیم همکاری با دولت عراق است در تعویل دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه بخش هایی از شهر تلافر در شمال غربی عراق و نزدیکی موسل و در مسیر ارتباطی موسل به سوریه به دست داعش افتاده است منابع مستقل گفتند که شمار زیادی در این شهر کشته و بسیاری نیز شهر را ترک کردند گروه داعش نیز در همین حال مدعی شده که به خاک اردن نفوذ کرده و اولین شاخه خود به نام دولت اسلامی اردن را در این کشور دایر کرده است یک عضو دولت اسلامی اردن گفته که در حال حاضر قرار نیست هیچ اقدامی علیه ارتش اردن صورت گیرد او ابزود اما با گذشت زمان اردن هم به هر شکلی که شده بخشی از خلافت اسلامی خواهد شد که داعش قصد تشکیل آن در منطقه را دارد در همین حال حسین مجالی وزیر کشور اردن در سخنانش در مجلس این کشور نسبت به اقداماتی هشدار داد که فضا را برای رشد تمایلات افراطی آماده می کند او گفت که داعش تنها با اتکا به اسلحه نمیتواند با اردن رو در رو شود او تاکید کرد که باید جلوی گری را با سیاست های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گرفت اردن همچنین شمار نظامیان خود در مرزهایش با عراق را دو برابر کرده است هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در یک پیشروی سریع استان نینوا و بخشهایی از استانهای صلاح و دیاله را به تصرف خود درآوردند در این مدت همچنین تصاویری از شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام منتشر شده که از اعدام گروهی ده ها تن از اسیران از سوی داعش خبر میدهد در روزهای اخیر نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده ای را علیه داعش و دیگر گروه های شبه نظامی آغاز کردند. سنی مذهبان عراق از زمان روی کار آمدن دولت نوری المالکی با اکثریت شیعه همواره بغداد را به ترد و به هاشی راندن اقلیت سنی این کشور متهم کردند. هفته گذشته دور دیگری از گفتگوهای هسته میان ایران و گروه پنج به علاوه یک اثر گرفته شد. محمد جواد زریف وزیر امور خارجه ایران از آغاز نگارش متن توافقنامه جامعه هسته با شش قدرت جهانی خبر داد. اگرچه تاکید کرد که اختلافات اساسی همچنان پا برجست. این توافقنامه برنامه اقدام مشترک جامعه خوانده شده. مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران سه‌شنبه هفته گذشته در وین اتریش آغاز و تا دیروز جمعه ادامه یافت. به گزارش رسانه های ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده با کشورهای پنج به علاوه یک درباره برنامه اتمی ایران اصر روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت و گزارشی درباره مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی با اعضای پنج به علاوه یک داد که به طور دو جانبه انجام شده بود حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از عراقچی گفت که دو طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک تصمیم قطعی دارند که در نشست روز دوشنبه در وین روند نگارش توافق را آغاز کنند مذاکرات اتمی ایران از امروز دوشنبه 26 خرداد در وین وارد پنجمین دور خود می شود به گفته نقوی حسینی به نقل از عراقچی ایران با همه اعضای پنج به یک برنامه گفتگوی دو جانبه دارد که در آینده اجرا خواهد شد عباس عراقچی در کمیسیون امنیت مجلی مجلس گفت که مذاکرات دو جانبه کمک زیادی به پیشرفت کار می کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که آمریکایی ها شرایط پس از 20 ژوئیه را به نفع مذاکرات نمی دانند. وی افزود اگر تا 20 ژوئیه توافق حاصل نشود باید درباره تمدید و شرایط آن بحث شود. نقوی حسینی گفت که از نظر محتوایی رسیدن به نکات مشترک سخت است او افزود که خطوط قرمز طرفین مشخص شده هرچند هنوز تصمیمی در مورد هیچ موضوعی گرفته نشده است سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میزان قنیسازی، تعداد و نوع و نسل سانتریفوش ها، آب سنگین عراق، حدود و کیفیت تحقیقات هستهی، نحوه و زمان لغو تحریم ها را از جمله موضوعاتی که مورد اختلاف دو طرف هستند برشمرد. نقوی حسینی به نقل از عباس عراقچی گفت که جمهوری اسلامی سیستم دفاعی یا موشکهای دوربرد خود را به عنوان خط قرمز ایران مطرح کرده که قابل مذاکره نیستند. همچنین به گفته عراقچی جمهوری اسلامی خواهان لغو تمامی تحریم ها بعد از توافق است و برخی تحریم های دولت و کنگره آمریکا باید در گفتگوی دو جانبه حل شود در غیر این صورت دلایلی برای ادامه مذاکره وجود ندارد در همین حال عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره مذاکرات دو جانبه با آلمان درباره موضوعات مطرح شده در مذاکرات هسته‌ای سخن گفت او گفت این گفتگوها در آستانه دور بعدی مذاکرات وین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طرف این بر ضرورت آغاز نگارش متن توافق نهایی تاکید کردند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افزود که این مشورت ها در وین نیز ادامه خواهد یافت. جمهوری اسلامی پیش از مذاکرات دو جانبه با آلمان با هر یک از کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه نیز مذاکرات دو جانبه داشته است. روز گذشته نیز رئیس جمهور اسلامی حسن روحانی گفته بود که ایران آمادگی دارد در چارچوب قوانین بین المللی مذاکرات هسته خود با پنج به علاوه یک را به نتیجه نهایی برساند مذاکرات امروز ویان در حالی آغاز می شود که پنج کشور عضو شورای امنیت و آلمان با هم رایزنی خواهند کرد سپس قرار است که همه هیئت‌های های نمایندگی مذاکره کننده در روز سه با هم دیدار و گفتگو کنند کارشناسان ایران و پنج به علاوه یک در روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد در وین دیدار و گفتگو کردند علاوه بر این وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در روزهای پنجم و ششم خرداد در ترکیه دیدار کردند اگر 20 ژوئیه توافق نهایی حاصل شود انتظار می رود که بر مناقشه اتمی ایران که ده سال به طول انجامیده نقطه پایان گذاشته می شود. تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین بازی خود در جام جهانی با نیجریه به تصاوی بدون گل دست یافت. پس از این نتیجه بسیاری از ایرانیان به خیابان ها ریختن و به جشن و پایکوبی پرداختند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز رضایت از این تصاوی گفت: حالا نوبت آرژانتین است. تیم ملی فوتبال کشورمان امروز شنبه به مسافه آرژانتین می رود. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 26 خرداد ماه در نخستین بازی خود در جام جهانی 2014 به مساف نیجریه رفت که این بازی با نتیجه 0 0 به پایان رسید. پس از تصاوی ایران مقابل نیجریه مردم پایتخت کشور به خیابان ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند. در همین حال بازیکنان نیجریه که در این دیدار نتوانستند بازی که هواداران خود انتظار داشتند را به نمایش بگذارند از سوی هواداران نیجریه حاضر در ورزشگاه به دلیل عملکرد ضعیف هو شدند در بازی روز دوشنبه که ساعت چهار بعد از به وقت محلی آغاز شد تیم ایران با حضور علیرضا حقیقی دروازهبان خسرو حیدری احسان حاجی صفی جلال حسینی امیر صادقی، جواد نکونام کاپیتان، آندرانیک تیموریان، پژمان منتظری، رضا قوچان نژاد، اشکان دژاگاه و مهداد پولادی بازی را آغاز کرد. در دقیقه 73 بازی، علیرضا جهانبخش به جای اشکان دژاگا وارد زمین شد و در دقیقه 89 نیز خسرو حیدری جای خود را به مسعود شجاعی داد. این بازی در ورزشگاه شهر کوریتیبا با حدود چهل هزار تماشاگر برگزار شد. گری لینکر مهاجم سابق تیم ملی انگلیس که سابقه آقای گلی جام جهانی 90 را در کارنامه خود دارد پس از تصاوی ایران و نیجریه به تمجید از تیم ملی ایران پرداخت و گفت نکته جالب برای من این بود که تیم ملی ایران در بازی های انتخابی جام جهانی کمتر از هر کشور دیگری دروازهش باز شد و در بازی برابر نیجریه نیز به خوبی توانست از دروازه خود مراقبت کند. در همین حال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید که از نتیجه دیدار با نیجریه راضی است و خوشحال از تیم ملی ایران همچنان در جام جهانی حضور دارد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تصاوی تیمش در برابر نیجریه گفت خیلی از نتیجه به دست آمده خوشحال هستم لازم است کمی واقع گرایانه به این مسئله نگاه کنیم بازی بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و خیلی خوب کار کردیم برای توپ و فضا برنامه داشتیم و به خوبی جنگیدیم تنها یک چیز در ذهن ما بود و با آن رسیدیم او افزود به خاطر این عمل کرد و این بازی باید بازی کنانم را تحسین کنم آنها شایسته این هستند چرا که زحمت زیادی کشیدند وی در پاسخ به این سوال که آیا به مأموریتی که در ذهن داشتید دست پیدا کردید گفت نه هدف ما مساوی نبود سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن ابراز امیدواری از ادامه رقابت ها عنوان کرد خوشحالیم که تیم را در جام جهانی نگه داشتیم حالا نوبت آرژانتین است و همانطور که گفتم خوشبختانه تیم در جام حضور دارد و میتوانیم به برنامه هایمان ادامه دهیم تا این لحظه بازی ها آرژانتین سه امتیاز و ایران و نیجریه هر کدام یک امتیاز دریافت کردند و بوسنی نیز هیچ امتیازی به دست نیاورده است دور بعدی رقابت ایران 31 خرداد ماه ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی خواهد بود که ایران و آرژانتین با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ایران چهارم تیر ماه نیز ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی با تیم فوتبال بوسنی در سالوادور به زمین خواهد رفت. یک نماینده مجلس میگوید مخالفت کلی برای حضور زنان در ورزشگاه ها وجود ندارد اما تماشاگران زن بهتر است در کانون هواداران ساماندهی شوند تصمیم در مورد حضور زنان در استادیوم والیبال به شورای امنیت کشور سپرده شده است سه روز پس از آنکه از حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال میان تیم‌های ایران و برزیل جلوگیری شد، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت از موزگیری برخی نمایندگان مجلس در این باره نوشته است. به گزارش این خبرگزاری کمال الدین پیر معزن نماینده مردم اردبیل در نشست علنی مجلس با اشاره به برگزاری بازی والیبال بین ایران و برزیل گفت امیدواریم مسئولان اجازه دهند که بانوان ایرانی مانند برزیلی ها از بازی والیبال مند شوند. همچنین بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اسدآباد در مصاحبه با خبرگزاری مجلس گفت که مخالفت کلی برای حضور زنان در ورزشگاه ها وجود ندارد بلکه تنها باید شرایط آن را مهیا کرد روز جمعه گذشته 23 خرداد، گروهی از زنان ایران که برای تماشای بازی والیبال میان ایران و برزیل به استادیوم آزادی رفته بودند، اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و این در حالی بود که زنان برزیلی در استادیوم 12 هزار نفری حضور یافته بودند. محمود افشار دوست دبیر فدراسیون والیبال ایران روز 19 خورداد در آستانه برگزاری مسابقه والیبال بین تیم‌های برزیل و ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود بهتر است خانم‌ها در خانه بنشینند و برای تیمشان دعا کنند اما امیدهایی نیز برای زنان علاقمند به وجود آمده بود که بتوانند در ورزشگاه برای تماشای بازی مورد علاقشان حضور پیدا کنند برای نمونه شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران از رایزنی هایی خبر داده بود که برای حضور تماشاگران زن در روز 25 خورداد در ورزشگاه صورت می وزارت ورزش نیز پیش از آغاز مسابقات والیبال اعلام کرده بود که به خاطر جهانی بودن مسابقات با حضور زنان برای تماشای والیبال در ورزشگاه موافق است. برای همین هم ادی از زنان با آنکه دو سالی هست که حضور زنان در ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات والیبال ممنوع شده برای دیدن بازی روز 23 خرداد راهی ورزشگاه آزادی شدند که پشت درهای بسته ماندند. در همین رابطه ژیلا بنی یعقوب از فعالان سیاسی هم که در چند روز گذشته به استادیوم رفته بود و همراه با زنان دیگر به درب بسته خورده بود عصر روز گذشته و پس از بازگشت در فیسبوک خود نوشت امروز هم زنان ایرانی در تهران پشت در ورزشگاه آزادی ماندند نماینده پلیس امنیت اخلاقی به میان زنان آمد و گفت به ما ابلاغ شده که به هیچ عنوان به زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه را ندهیم. پرسیدیم فقط زنان ایرانی یعنی زنان خارجی حق ورود و تماشای مسابقات والیبال را دارند؟ با قاطعیت گفت بله به ما گفتند که به زنان ایرانی اجازه ورود ندهیم اما زنان غیر ایرانی حق ورود دارند. خانم بنی یعقوب در ادامه هم نوشت خانم سارا قاسمپور مشاور خانم ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان هم به میان زنان آمده بود او از خواسته زنان برای ورود به استادیوم حمایت کرد و بارها با مسئولان پلیس امنیت اخلاقی که اجازه ورود به زنان را نمیدادند صحبت کرد و از آنها خواست که از مقامات ارشد خود در این باره کسب تکلیف کنند خانم قاسمپور گفت معاونت امور زنان، فدراسیون والیبال و وزارت ورزش هیچ کدام با ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات جهانی والیبال مخالفتی ندارند و فقط این شورای تامین استان تهران است که مخالف ورود آنهاست. این فعال سیاسی در پایان هم نوشته است بسیاری از زنان دقایقی طولانی با مسئولان پلیس امنیت صحبت کردند و بارها از آنها پرسیدند که چرا ایران برخلاف تعهدی که به مراجع بین المللی در این باره سپرده به ما اجازه ورود به ورزشگاه را نمی دهد. پلیس ها می گفتند ما این چیزها را نمیدانیم. به ما ابلاغ شده زنان ایرانی را به استادیوم راه ندهیم. امروز تعداد زیادی پلیس زن و مرد در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و اجازه نزدیک شدن زنان را به در بزرگ ورزشگاه نمیدادند. زنان ایران از سال 1391 از حضور در ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات والیبال محروم شدند. پیش از آن آنها می توانستند در این مسابقات به عنوان تماشاگر شرکت کنند اما با موفقیت های تیم ملی والیبال ایران در چند سال گذشته و اقبال عمومی به این ورزش و توجه رسانه ها ناگهان جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه ها جلوگیری کرد. اگرچه گفته می شود که محدود کردن حضور زنان در ورزشگاه مسابقات والیبال را دولت محمود احمدی نژاد اعمال کرد اما پیش از آن نیز جمهوری اسلامی با هر نوع فعالیت زنان مخالفت می کرد. با این بخش برنامه این هفته ما مطابق روال گزارش مایستان بختیاری است از ترکیه که تعولات این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می دهد. کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه باقی مونده اما با این همه هنوز به قول معروف در اردوگاه احزاب رقیب آنگونه که باید نظرات راهکارها و راهبردها گویا قوام پیدا نکرد حالا پس از چند ماه تلاش و گفتگو و رایزنی میان احزاب مخالف ابتدا اونها به این نتیجه رسیدن که تنها راه حضور قدرتمندانه در انتخابات پیش رو معرفی نامزد مشترک هستش راهکار دو حزب قدرتمند جمهوری خلق و حرکت ملی اما اینکه چه کسی و چه شخصیتی میتونه اون اندازه وزن سیاسی و کاریزمای رهبری رو در مقام نامزد ریاست جمهوری داشته باشه که علاوه بر که مورد توافق رهبران و اعضای این دو حزب باشه در مرحله بعد و مهمتر بتونه رقیبی جدی برای آقای اردوغان باشه موضوعی هستش که هنوز با وجود ائتلاف این دو حزب بر سر نامزد مشترک به نظر میرسه نتونسته اجماع کافی رو در میان کارشناسان به وجود بیاره شاید به باور رهبران این دو حزب جناهبندی موجود در جامعه دلیل محکمی هستش که اونها برای ایجاد یک همراهی فراگیر و پشتیبانی همگانی نباید نامزد معرفی شده،شون از چهرههایی با تعلقات حزبی باشه این در واقع یک تاکتیک هست در شرایط کنونی و در وضعیت سیاسی این دو حزب همین موضوع هم نهایتا این دو حزب رو پس از ماها بررسی و شور و مشورت به توافق بر سر نامزدی آقای اکمل احسان اغلو رسون چهره دانشگاهی و البته با سابقه دبیرکلی سازمان همکاری‌های اسلامی شخصی که رهبران این دو حزب باور دارند میتونه گزینه مناسبی برای اونها در این مسیر و در شرایط کنونی باشه اما هنوز چند روز از معرفی آقای اکمل و به عنوان نامزد مشترک این دو حزب نگذشته که واکنش متفاوتی رو در این باره در میان اهل سیاست و کارشناسان ما شاهدش هستیم از یک سو خود آقای کمال قلیشدار رهبر حزب جمهوری خلق بزرگترین حزب رقیب دولت حزبی که نزدیک به 90 سال سابقه سیاسی در جامعه ترکیه داره از این انتخاب به نظر راضی و خوشنود هست و معتقده که ما در شرایطی هستیم که نیاز هست جامعه رو از سمت و سوی چند قدر. و جناهی که تهدیدی برای ما هستش عبور بدیم و به یک روند آرامش و دور از بحث و جدل سیاسی و منطبق بر در واقع میارهای دموکراسی پیش ببریم خود آقای اکمل البته در این زمینه در نخستین اظهار نظرش پس از انتخاب انتخاب ایشون گفته که انتخاب او مسئله مهم و اولویت داری نیست بلکه مسئله مهم مهمتر تفاهم این دو حزب در این دور از رقابت انتخابات ریاست جمهوری هستش اما جدا از اظهار نظرهای درونی این دو حزب خارج از اون برخی کارشناسان و صاحب نظران سیاسی در ترکیه چندان این انتخاب رو موفقیت آمیز قلمداد کنند اونها معتقدن هرچند آقای اکمل و قابل احترام در حوزه دانشگاهی و علمی هستش اما اون کاریزمای سیاسی رو در میان گروه های سیاسی و عامه مردم نداره چرا که او در مقام یک مرد سیاست که میتونه رهبری سیاسی جامعه رو تحت عنوان رئیس جمهور بر عهده بگیره نیست و در این راه نیاز به فردی با توانایی های سیاسی است که بتونه بالقوه جامعه رو نسبت به این موضوع برانگیخته بکنه این عده معتقدند با وجود اینکه آقای اکمل در جامعه بینون مدلی به دلیل همان تجربه دبیرکلی سازمان همکاری های اسلامی فری شناخته شده و موجه هستش اما در داخل ترکیه چندان این شناخت نسبت به او وجود نداره و بسیاری از مردم با او آشنایی چندانی ندارن و از این حیث گزینه حزب جمهوری خلق و حرکت ملی گزینه قوی در مقابل حزب ادالت و توسعه و شخص آقای اردوغان نخواهد بود با این همه برای همه این نظر نظرها رهبران این دو حزب معتقدن گزینه اونها گزینه با توجه به بس به حال شرایط کنونی جامعه است شرایطی که لازم هست فردی در قامت یک رئیس جمهور فراتر از هر گونه وابستگی حزبی و جناهی جامعه رو به سمت انسجام و یکپارچگی پیش ببره و اصولا کار کرد نهاد بی ریاست جمهوری در ساختار کشورهای اینچنینی همین هستش بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را میتوانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ ایران فردا TV نتورک دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید. همچنین می با ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید